این قسمت پست هم در واقع مثل پست پروداکشن شماست و انگار این اتفاقات توی لابراتوار زمان ظهور افتاده باشه یا چیزی که شما بعد از فیلم برداری انجام داده باشید. چند تا عنوان اینجا هستش که من توی این درس خدمتتون میگم خیلی سریع، بعضیش تکراری مثل گرین، وارم، کول، حالا خیلی از اینها. چند تاشون خیلی مهم هستش: فیلم پرینت، فور وی کالر، کالریستا، HSL، LUT، اینا چند تا عنوان خیلی مهم، دیوتون و حالا شاید تلسین اونقدر اهمیت نداشته باشن، ولی خب حالا من تک تک اینا رو میگم خدمتتون. ما اینجا یه شولدر داریم که توی درس قبل گفتم خدمتتون، میاد این قسمت های تیز رو درست میکنه. شما یه اسکورف دارین که همون اسکورف مشهوره، میاد کنتراست توی تصویر شما ایجاد میکنه. اگر خواستید میتونید خیلی راحت با یه هندل اون رو کنترل بکنید و برای کسی که با کورف آشنا هستن خیلی چیز راحت و سریع هستش و خیلی راحت میتونن با این تصویرشون رو کنترل بکنن بدون اینکه نیاز باشه خیلی چند تا کلیک انجام بدن و کلی چیز ایجاد بکنن اینجا، کلی گیره. کورف رو من توی درس یکی درسای بعدی خدمتتون میگم. تلسینی دقیقا اون چیزی که ما قبلا توی لابراتوار با من تلسینی داشتیم. شما اگر تصویرتون تلسینی میکردی شاید یه همچین اتفاق و یه همچین تصویری ایجاد میشد براشون. توی اینجا ما یه دوتون داریم که این در واقع میاد به شما میگه که تمام قسمت های تیره تصویر من رو بکنشون این رنگی و قسمت روشن تصویر من رو بکن این رنگی. من اگه اینجا بیام بالانس رو کم بکنم شاید کاملا مشخص باشه. الان هر جایی که توی تصویر من خاکستری های متمایل به تیره هستن به این رنگ تبدیل میشن، اونا که روشنن به این رنگ. کارای جالبی داره اگه شما میخواید مثلا فرض کن شما یه روز خیلی سرد زمستونی خیلی خنک ایجاد بکنید یا حالا چیزای شبیه اون خیلی گرم تابستونی، میتونید از این استفاده بکنید. بالانس هم میزان میکس این فیلتر با تصویر شماست. اگر این رو بذارید روی 100 تمام تصویر شما رو در واقع دیده میشه، اگه بذارید روی 0 تاثیر این فیلتر خیلی زیاد میشه و 50 یه چیزی بین این دوتاست. این چیز یکی از چیزایی که قبلا روش صحبت کردیم بد نیست، من اینجا باز دوباره یه اشاره کوچیکی بهش بکنم. این پاپ هست، میاد شارپ میکنه تصویر شما رو، میشه گفت یه جوری مثل شارپنس و یه خوردم سچوریشن رو زیاد میکنه، البته بیشتر شارپنس رو. باز اگه خواستین شما میتونید شدتش رو کم و زیاد بکنید. و اینجا من قبل از اینکه این فیلم پرینت رو خدمتون توضیح بدم و حالا توی درسای بعدی اینا رو بگم خدمتون، میام سراغ این LUT. LUT رو قبلا با هم صحبت کردیم راجبش، اینجا من باز یه اشاره بهش میکنم. اینجا شما همون LUT هایی که گفتم خدمتون مشهور هستن رو دارید. به طور مثال اگر لاگ باشه تصویر شما و بخواید خونساش بکنید میتونید از این استفاده بکنید و شما میبینید خیلی سریع تبدیلش میکنه به یه تصویر خونسا و اون رو تبدیل میکنه به یه چیزی که حالا دیدنش اینجا خیلی راحته و دیگه با اون تصویر تختی که ما داشتیم خیلی متفاوته. اگرم LUT خاص خودتون رو خواستید میتونید اینجا بیاید و اضافه بکنید. به طور مثال این LUT هایی که شرکت بلک ماجیک عرضه کرده، مثلا فرض کنید اینجا یه کلنزینس هست که تصویر تمیز و خوبی برای شما درست میکنه، اگه خواستید میتونید ازش استفاده بکنید. یا حالا هر LUT دیگه که مد نظر خودتون بود، یه سری LUT های مجانی الان تو اینترنت هست میتونید دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید. به طور مثال اینجا بیسیکس یه همچین چیز ایجاد میکنه تصویر شما. من حالا برمیگردم روی همون کلنزینس و اینجا الان شما میبینید تصویر خیلی لطیف خوبیه. باز من اگر بخوام با این تصویر بعدی مقایسه بکنم خب کاملا مشخصه که این خیلی حس نرم و لطیف تری داره به نسبت بعدی که R709 هست. و شما میبینید هیچ فیلتر دیگه نیست اینجا، فقط یه LUT به علاوه یه دونه از این کلنزینس ها. و حالا اینجا شما اگه خواستید میتونید از این HSU یا Hue Saturation استفاده بکنید. ببخشید من از HSU که گفتم خیلی شبیه
سیستم پریمیر و حالا فتوشاپ و ایناست. این اینجا اسمش هیو سچوریشنه. یه خورده هم میتونم اینو هات سچوریشنش رو کمتر هم بکنم که اون تیزی سچوریشنی که اینجا هست رو یه مقدار بگیره، بازی یه خورده لطیف تر میشه تصویر. اما مهمترینش طبیعتا این فیلم پرینت هست که برای شما در واقع شبیه سازی میکنه زمانی که این تصویر پرینت شده باشه توی لابراتوار با یکی از این پازیتیف ها، با یکی از این فیلم پرینت ها. در واقع شما نه فقط چیزی که توی دوربین دارید و چیزی که اینجا هستش که هیچ، یه دونم شما توی پست توی زمانی که دارید فیلم رو پرینت میکنید هم یه همچین چیزی دارید. به طور مثال اگر فیلم شما با کوداک 2383 پرینت شده باشه، اگر با کوداک 2395 پرینت شده باشه، اگر با فوجی فیلم 3510 پرینت شده باشه، اگر با فوجی فیلم 3521 XD پرینت شده باشه، چه تصویری این برای شما ایجاد میکنه. به طور مثال شما میتونید بگید که من اگه اینجا تصویرم با اترنا 500 دی تی ببخشید فیلم مداری شده باشه و روی فوجی فیلم 3510 هم پرینت بشه چه شکلی میشه. یه همچین چیزی برای شما درست میکنه. من اگه اینجا این کالر سپیس روش رو هم روشن بکنم، شما میبینید که تصویر من یه همچین چیزی میشه. اینجا میتونم البته بیام و به طور مثال یک کمی کنتراست رو بیشتر بکنم، یه خورده تصویر رو اصطلاحا هم پانچی تر میکنه، یه ذره تصویر شما حس شدیدتر نگاتیو اینجا خواهد داشت. اینم از موضوع فیلم پرینت. توی درس های بعدی باز من میام سراغ چند تا عنوان دیگه اینجا، علل خصوص حالا این فور وی کالر، کالریستا و این کورز شما چیزهای خیلی مهمی هستن که توی درس های بعدی بیشتر جوشون صحبت